ارف موضوع عجیبی در پارش هفته اومده بعد از آن که خداوند مشهر رو متقاعد میکنه که بره و رسالت رو انجام بده و قوم اسرائیل رو از مصر خارج بکنه خب مشهر به این سادگی زیر بار نمیرفت مفسرین یهود میگن هفت روز خدا باش بحث میکرد تا مشهر آخرش که شرح نابیتش لح بفرست به دست آن که باید بفرستی، برادر بزرگتر دارم تو مصر اون با اونها زندگی میکنه چرا منو میخوای بفرستی؟ بالاخره موشه با اصرار خدا با قبول میکنه که به این رسالت بره وقتی خدا بخواد یه نفر متقاعد بکنه و یه هفته طول بکشه معلومه که موشه ظاهره آدم به این ساده, ساده هم نیست، این آدم متواضع در موقعیت های مناسب بعضی هم بعض موقع هم سخته خب بالاخره خدا موفق میشه مشر روانه میشه و ما منتظریم که بگه و بره و به مصر انجام بده درست بین رسیدن مصر به مصر موشه و بعد از اینکه بالاخره مشه راضی میشه یه دفعه یه تیکه از تورا هست که خیلی عجیبه خموشه میرسه نزدیک کاروان و یهی به درخ به مالون و یفکشه و هشم و یفکش همی تو و واقع شد در راه کاروان و یفکشه و هشم خدا با او تماس گرفت و خواست او را بکشد و, و حشم. و هشم اولا از فعلی استفاده کرده پگیشا یعنی دیت پگیشا یعنی ملاقات شاعرانه عارفانه ملاقات دو نفر که همدیگر رو میخواه دوست دارن بیان یعنی پگیشا از ریشه پگیشا استفاده میکنه اینجا خداوند تو را داره به موشه مینویسه یه بار مینویسه و افکشو هشم خدا تماس گرفت ملاقاتش کرد باش دیت کرد چی از این بهتر و قشنگتر یه دفعه میگه وی وقش همیتو تو و خواست او را بکشد کی را بکشد مشه را یا حالا به قولی یکی از بچه ها را میبینیم بعد شخصیتی به نام سیپورا آگاه میشه میفهمه چه اتفاقی افتاده و تیکه سیپورا سور سیپورا سنگ تیزی را میگیره و نامختونی پسرش را میبره او را میلا میکنه و تگل رگلاو و اورلا را پرت میکنه به جلوی پای موشه و تومر که خطن دومیم اتالی خطن دمیم اتالی یعنی به این نامختونی میگه تو نزدیک بو شوهر من منظور من داماد من شوهر من را بکشی و یه رفی منو اون املی که میخواست او را بکشه حالا یا یه بیماری بود یا میگن فرشته خدا هر چی که بود او را مشتی را رها میکنه و بعد سیپورا گفت خطن دامیم لمولوت نه این همش به خاطر میلای بچم بود که میلا نشده بود چی میخواد بگه اینجا داستان خدا چرا این تیکه رو اینجا آورده و چی به ما میخواد یاد بده مهمترین چیز یکی اینه که به ما یاد بده که رابطه خدا با موشه رابطه بی بود کی الپه ادببر اولا باید بدونیم که نبوت موشه کاملا متمایز از نبوت تمام نوییم بوده تمام نوییم به وسیله فرشته و ملاخ در رویا یا خواب به واسطه فرشته خدا با ناویا تماس می گرفت و ناوی خودش باید آماده می شود. زمینه رو فراهم میکرد در و افکارش شما نزده پاک میکرد تا بتونه تمرکز داشته باشه آیا خدا با او تماس بگیره یا نگیره مشربین نه هر لحظه خدا ممکن باش حرف بزنه به خصوص در این مرحله که باید برای نجات بخشی قوم اقدام بکنه هر لحظه خدا ممکنه باش بگه مشه الان برنامه اینه الان کاری که باید بکنه اینه مشه هر لحظه آماده است باید آماده باشه و در نبوهای پل نه به وسیله قوی تخیل مشه نه به قوی تعقلش نه فقط به وسیله رویاش بیدار استاده مستقیم خدا باید با حرف بزنه میدونید چه درجه قدوشا میخواد گفتیم ناویا برای که آماده بشن ممکن روزها باید در اتباد دود و در انزوا بنشینن متمرکز بشند، به هیچی دیگری فکر نکنند، دنیا رو کنار بگذارند البته شاد باشند متمرکز تا آیا فیض بتونه به اونا برسه یا نه خیلی فرق میکنه با موشه که مستقیم خدا میخواد با حرف بزنه و این درجه خیلی خیلی بالاست دو نیسان عبر بن ال یک مفسرین میگه که موشه وقتی به کاروان سرا رسید خب تا حالا درست بود بچه رو میلا نکرده بودن حالا کاروان اومد به کار به کاروان مربوط شد الان که اومدید تو راه بودی خب خدا با تماس نگرفت الان که اومدی نزدیک مصری مسلما خدا میخواد باید حرف زنه مسلما میخواد بهت بگه کجا برو و مشه باید آماده باشه هر چه درجه نبوای ناوی بالاتره مسئولیت ناوی هم بیشتره به باید بیشتر باشه آمادگیش باید بیشتر باشه اصولا هر کس به خدا میخواد نزدیکتر باشه باید منزهتر و پاکتر باشه ما میبینیم که خداوند بعد موقع برای کمی یه سوری میده کمی سختی میده برای اینکه آمادهشون بکنه و بدونه که من الان با تو ارتباط دارم نه که خدا خودش رو به رخش بکشه نه وقتی که قدوشا میاد وقتی فیضی از جانب خدا میاد این فیض تقدس داره قویه نیرومنده پر انرژیه شما میبینید یه اشعه که صادر میشه از, از خورشید اشعه الفا لاندا گاما بتا این اشعه که میاد خود خدا در مقابل اشعه ها چقدر چیز گذاشته دیوار گذاشته حائل گذاشته لایه اوزان رو گذاشته چی که این اشعه به ما نرسه و ما صدمه نزنه حالا چه برسه که فیض الهی اون که حالا توی فلسفه میگن به عقل بالفعل منتقل میشه سخل از اونجا منتقل میشه این خیلی قدرته این یه های ولتاژ معنوی میلیون کیلوواته وقتی میاد وقتی مثل سیستم انتقال برق وقتی بخواد باید چند تا ترانسفورم بذارن از اون های ولتاژ بالای بالا بالا کمش بکنند تا این لامپ بتونه تحمل این برقا بکنه و منفجر میشه اگر ولتاژ بیشتر وات بیشتری بخوره این منفجر میشه این باید بتونه نگرش داره این نیست که خدا بگه من چون دارم به تو حرف میزنم تو باید پاک باشی نه موشه باید منزه باشی این قدوشای او مست... مگه میشه کسی مستقیم جز مج... با خدا حرف بزنه مگه میشه یه بار تو دنیا اتفاق افتاد دیگه هم نمیشه حرامبا میگه ماشیه که خواهد اومد درجهش یه کمی به مشه میتونه نزدیک بشه این آدمی که یه بار اومد تو دنیا دیگه مثلش نخواهد آمد آدمی که بتونه بیدار بدون ترانسفورمر بدون ترانسیوسر بدون هیچ واسطه بدون هیچ حائلی با خدا بیسته و حرف بزنه هیچ کس نخواهد توانست پس برای اینکه بتونی این تقدس را حفظ بکنی باید مشی هم آماده باشه مشی حالا بره به کار کاروان سر به پردازه این نمیشه ابربن ال میگه باید فورا مشی آماده نبوا میشد تو یک مرتبه اومد و یفکشه و هشمی پگیشایم برخورد هم هست لیفکوش در زبان عبری یعنی یه دفعه برخورد تماس یه مرتبه میاد موشه میدونه خدا هل لحظه باید باش حرف زنه و او باید هل لحظه هم آماده باشه اینه که بعدا خدا به موشه میگه و تا امادی مادی دیمادی موشه تو دیگه حتی برابطه با همسر تو باید کنار بیزای استثناعا چاره نیست تو هل لحظه باید با من تماس بگیری و ممکن صدمه ببینی تا بخوام تا تو رو آماده بشی و اگر نباشی اگر پاک و منزه نباشی وقتی شخنای من مستقیم به سوی تو میاد نمیشه که تو آماده نباشی این علت اینه که موشه دیگه جدا میشه از همسرش نه علت های عاطفی و اخلاقی و نا و اینجا میبینیم پس اینجا مسئله خیلی مهم موشه آماده نب یکی از حقامه می دیگه میگه نه مسئله این نیست فرزندش میلا نبود بچه الیازر ازر به دنیا اومده توی مصر را افتادند حالا قبلا ما صحبت کردیم که چگونه الان بچه مشه به دنیا اومده اگر موشه الان هشتاد سالشه و مشه با سیپورا وقت ازدواج کرد بچه اول و بچه دوم گرشون و الیازر چجوری ممکنه که مشه هشتاد سالشه و حالا بچه تازه به دنیا اومده و این فاصله های فرض کنید اگر 20 ساله رفته اونجا بعد یا میگن 12 سالش بود رفت تا 20 سالش بود تا 40 سالش بود هر چی این 40 سال یعنی دو تا بچه‌ش به سال به دنیا آورد این مسئله جالب است که قبلا ما تو کنیسا بحث کردیم و اون یه ان شاء صحبت خواهیم کرد مسئله ما الان مسئله اینه که مشه بچهش به دنیا اومده خب نمیتونه میلا کنه بچه را خطر باید حرکت کنه اینجا دیگه روی ایمان و روی اینکه خدا هیچ کاری نمیکنه و خدا مواظبه ما تکیه نمیکنیم لو ان خیم تو یهودیت رو معجزه حساب نمیکنن. منطق منطقه اقلانیت اقلانیت نه موشه ناوی هم هست هست بچهش دنیا آمده نمیتونه میلاش کنه باید حرکت کنه خونریزی میکنه بچه جونش در خطره با وجود همه ایمان و توکلی که هم هست اما طور که تو مصر وقتی اومدن بیرون تو چهل سال اسرالا جز،, جز لوی میلا نکردند و ایراد به اونا گرفته نشد چون در حرکت بودند حالا میگن خب مگه ابرهای قلیز نبود مگه شخینا نبود همه چی هم باشه یهودی موظف بر طبق دین اسرائیل موظف خودش باشه سلامتش باشه روز معجزه حساب نکنه اگه خدا نخواد اینجور نمیشه این حرفا نیست بعد موظف خودت باشی کنترولت کن مسئله مهمه ولی خب ماشو وقتی رسید به مالون وقتی رسید به اون هتل به اون کاروان دیگه اینجا نه اینجا با اینجا بچش میلا شده نیست اینجا باید میلا میکرد دیگه نزدیک مصری دیگه موشه با اون تقدس و عظمت نمیتونه بچش میلا شده نباشه و شیخ حرف بزنه این برای موشه نقطه ضعفه به همین خاطر حتی مف... میگن اون ملاخ میاد طوری رفتار میکنه که نشون بده که مشکل چیه و موشه عهد اسرائیل و خدا عهد بریت میلا را برای بچهش نمیتونه الان انجام نداده باشه و بتونه با شخینا حرف بزنه و این درسی که خدا بهش میده و شخینا میاد و این برخوردش البته خود مشه متوجه نمیشه یا اینکه دو چهار ناراحتی میشه میگه وایف کشی مشه حال حالتش دگرگون شد ممکنه ما نمیدونیم چی شد بیماری یا حالتی که اون دو خودش نمیفهمید الان چی شده شاید حالت اغما بود اون موقع اما کی میفهمه سیپارا میفهمه سیپورا یک دختر میلیونیست، دختر ابرانی نبود یهودی نبود زن مشه هست اما اون شناخت داره که تشخیص بده که نبوعای خداوند با مشه الان پگیش هاست سیپورا شخصیت بسیار بزرگی پدرش یترو دانشمند بوده عالم بوده کاهم بوده کسی که خبروتای مشه بوده مشه با او درس خونده سالهای سال مشه با یترو روش کرده با هم تبادل افکار کردن از هم یاد گرفتن سیپورا دخترش هم دختر کسی به این سادگی نیست که موشه او را گرفته حتما صفات بالایی داشته بارزی داشته و قدوشا داشته و تقدس داشته که دفعه فهمید مشکل چیه؟ مشکل میلا نشدن بچه است. مشکل اینه که مشه حتی سیپورا میفهمه که الان در چه درجه خدا با موشه میخواد مرتبط بشه و موشه آمادگی نداره چیزی که میریام خواهر موشه نفهمید وقتی که از موشه ایراد گرفت که ما هم شو ما هم توی زندگی زن داریم تو هم داری ما هم با خود حرف میزنیم تو هم حرف میزنی چرا تو از زن جدا شدی ولی ما زندگی اون رو داریم میریام نفهمیده بود که نوای موشه کجا نوای توی میریام کجا اما سیپورا فهمید سیپورا دید که درجه نوای موشه انقدر بالاست و مستقیمه و این وقتی حس میکرد وقتی حس میکرد لابد یه درجه بالایی بود که کسی بفهمه که شاید میریام نویان میریام نبیه بود نابی بود اما نفهمیده بود سیپرا درجه خیلی بالایی داره و فداکارترین زن اسرائیله و بعدا کنار میره از زندگی مشه میگه من نمیخوام مانع رفت با تو باشم تو اومده یه قوم رو نجات بدی تو اومده یه ایده در دنیا پیاده بکنی و نجات بخشی را پایگذاری بکنی که تا دنیا آخر دنیا برده ها خودش آزاد کنند از تو ایده بگیرند آزادی به دنیا بیاد من از سر زندگی تو کنار میرم من سر راه زندگی میرم کنار سیپورا فداکاری کرد کار بزرگی کرد برای که مشی موفق بشه که برای او مانع نباشه رفت کنار سر راه زندگیش این اخلاق داره و شناخت را داره و نبوآ را میفهمه فرق نوی معمولی و نوای مشه را میدونه وقتی میفهمه که وایف کشه و هشتم و میفهمه که باید بچه را میلا بکنه و اون رفتاری که می‌کنه نشون دهنده شخصیت یعنی یهودیت نمیگه که فقط یهودیه که حتما آدم به خوبی باید باشه یا این طورا به ما یاد میده که انسان های خوب انسان هایی که هم خدا رو میشناسن هم اخلاق رفتار خوب دارن میتونن درجات بالا را اتخاذ بکنن تی بکنن به دست بیارن بسیاری از بزرگان یهودیت اجدادشون یهودی نبودن اینا یهودی شدن مگر ربی عقیبا نیست مگر ربی مئیر نیست مگر شما یا افتالیون نیست خیلی ها بودن ربی عقیبا از بالاتر نداریم میگن از نواده های غیر یهودی بوده ربی مئیر نواده های بوده یعنی دیدگاه هارانبام اینه هارانبام اصالت ها به به ذات و جن نمیده اصالت را به شناخت انسانیت و کسی که تورا را میشناسه میده البته خب در مقابلش بحث های دیگه هم هست کبالیست طوری نظری دارند. روی جن روی شورش نشاما صحبت میکنن حالا بحث ما بیشتر رامبامی بود و اینه که درجه نبوهای مشه را بشناسیم و شناخت عظیم سیپارا همسرش را که واقعا آدم باید وقتی تورا رو میخونه خوب به این چیزا دقت بکنه برای چی خدا ای را گفته اینجا برای چی سیپارا رو مطرح کرده و گذشته که درسهای سای بزرگ اینجا گرفته بشه